I've always held the view that sanctions alone would not solve the problem and that one had to have negotiations. I also believe that a deal was probably possible between the West and Iran. آکتور پارلمان اولین پاییز دولت اعتدال آبستن حوادث مهمی بود. پس از 35 سال جریان غرب‌گرا در ایران خود را برای یک رویداد سرنوشت ساز آماده می کرد. در پنجم مهر ماه سال 1392 در حاشیه 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برای نخستین بار محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا مذاکره نیم ساعته ای را آغاز کرد. دو ماه بعد در آذر ماه سال 1392 میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق موقت ژنو امضا شد. چشم‌ها ادامه مذاکرات را دنبال می‌کردند و دیگر کسی پلک نمی‌زد. توافقات یکی پس از دیگری تمدید می‌شود. وجود یک حس اعتماد در کمپین غرب، شک و تردید برخی از تحلیلگران داخلی را برانگیخته است. اما در تهران اوضاع کمی مبهم است. جناح‌های سیاسی چپ و راست بی خبر از اصل ماجرا خود را درگیر جنجال‌های بی هدف می‌کنند. بازار ایران شرطی شده است. مردم شب و روز چشمشان را به نتیجه مذاکرات دوختند. تیر ماه سال 1394 آغاز یک بازی پیچیده روانی است. جریان غرب‌گرا نقطه خاص را نشانه گرفته است. قبل از نیمه شب آقای عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران پستی در اینستاگرامش گذاشت که عکسی بود از دست آیت الله خامنه ای رهبر ایران که گویا چیزی رو امضا میکنه. البته هیچ توضیحی نداشت، اما ما حد زدیم که شاید در واقع اون تایید نهایی از تهران برای اون توافق آمده. سرانجام روز تاریخی فرا میرسد. امروز یک روز تاریخی است. نگاه ها همه به داخل کشور است. گریمور برجامان را به خوبی بزک و اینک تبدیل به مطالبه میلیون ها ایرانی شده است. آکتور پارلمان مخالفین برجام را هوشمندانه مهار می کند. مهندسی ذهن آنها دشوار نیست. نمایندگان مجلس با پذیرفتن شایعه رهبری نیز موافق است یک کمدی تلخ 20 دقیقه را خلق. اما این پایان ماجرا نیست. تاریخ مصرف جان کری به سر آمده و ماحصل جریان غرب‌گرا تمام شده است. یک دیوانه رسما رئیس جمهور آمریکا می شود. ترامپ ماموریت خود را با اهدافی معین آغاز می کند. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. آنچه که از کاخ سفید شنیده می شود حاکی از آن است که وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ علیه ایران مبدل شده است. Steven is a financial legend with an incredible track record of success. I've watched this over the years. He's been my friend for many, many years. I think the nation should be solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies. Against all enemies. Foreign and domestic. Foreign and domestic. چشمان مردم متحیرانه تابلوهای سکه و ارز را می نگرند. قیمت دلار به صورت مشکوک بالا می رود و به صورت مشکوکتر پایین می آید.
این عملیات آونگی از قوانین فیزیک تخطی نخواهد کرد و بالاخره در یک نقطه معین خواهد ایستاد. اما نقطه کجاست؟ اعترافات دوری اصفهانی جاسوس هسته‌ای نشان می‌دهد پس از برجام گام بعدی FATF است. آکتور پارلمان باید گام‌های پایانی را با دقت بردارد. باز هم شایعه رهبری نیز موافقت شنیده می‌شود. ما از مقام رهبری پرسیم بعد از اون صحبت‌ها با توجه به نظرتون چیست؟ نظرشون گفتن آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود، نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. سوال اینجاست، این شایعات از کجا و با چه هدفی مخابره می شود؟